سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تی وی امروز اومدیم با یه پرده جدید و یه مهمون عزیز داریم به اسم علی رضا جی که درباره حواشی اخیر و آلبومش حرف زدیم و اتفاقاتی که راجع به آلبومش بوده اما قبل از هر چیز باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم سلام میکنم خدمت علیرضا جی عزیز چطوری آقا خوبی سلامتی خوب چه خبر من خوبم دمت گرم چیکار میکنی قربونت فدات ردیفی مو هم ف... یه قبل از که شروع کنیم من یه خاطره بگم از مصاحبه دفعه قبلمون که سه ماه پیش بود و خب قرار بود که ما مصاحبه کنیم و من فکر میکردم چیزی که مد نظر مثلا بیشتر خود علیرضا جی جی هست اینه که درباره آهنگ زد بازی که اون موقع اومده بود دو تا ترکا بچه چه محلو یخ صحبت کنیم بعد سوالام فقط برای اونا نوشته بود. بعد اومدیم تو مصاحبه دیدم که نه دیگه باید مصاحبه کامل باشه و اینا بعد خیلی اوزاخید شد همه سوالا رو داشتم فل بداهه در میوردم اینکه سخت بود ولی خب الان دیگه همه رو نوشتم و بریم برای مصاحبه جنجالی خفن باله نه خوب تو اون وسطا می چیزایی میخوای فل بداهه بری اوکی okay. یکم <applause> <تصفح> <تصفح> فقط میخوام اذیتت کنم تو این مصاحبه اشکال نره <تصفح> 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 خب آقا اول از دبل آلبوم بریم که خب اومد و اول از همه خواستم ببینم هم که از بازخورد این چند روزه و فروشش راضی بودین چجوری داستانش ببین فروشش اینا رو که چک نکردم خیلی ولی چیزش اون ریسپانسی که گرفتیم خیلی خوب بود چون خیلی آخرش چکیده شد مثلا فکر کنم یه ده پونزه تا مینیموم پونزه تا آهنگ خط خورد ازش توی این یه ساله برای همین چکیدهش اگه ما خودمون فکر کنیم چکیده یه آلبوم اوکیه یعنی آهنگ ضعیف نداره معمولا خوبه برای همین هم هم همین ریاکشن رو داشتن که آهنگ مهمی خوبه یا بده اینا همه آهنگ استاندارد بود و میشد گوش کرد و آهنگی نبود که بزنید جدا یعنی تا ریاکشن که من دیدم و از این بابت خیلی خوش شدم که اون آهنگ ضعیفه یا اون دوتا آهنگ ضعیفه نبودن تو آلبوم حالا همه این رو نمیگم ولی خودم نظرم اینه. اوکی okay. خب یه چیزی چرا تصمیم گرفتین دبل آلبوم بدین چرا جدا جدا ندادین مثلا خلص انفرادی شما پیر شدیم ببین چون کسی نکرده بود تا این کار رو بعد گفتم چون خیلی هم تو آلبوم های هم دیگه بودیم گفتم خب اگه این همه پروژه با هم داریم یه کاری بکنیم که تا نکرده بیام یه دفعه 20 تا هم بذاریم کنار هم به جای که مثلا اون آلبومشو رو بده مثلا به نظر من نه که کار درستیه یا غلطیه ولی مثلا خیلی کوروش و آرتا میتونستن این کارو کنن آلبوماشون فکر کنم فاصله یه ماه با هم اومد اگه اشتباه نکنم شاید کمتر شاید بیشتر سبکشون عین همه فیچرینگاشون تقریبا یکیه اگه اونام دو تا آلبومشون رو یه دبل آلبوم میکردن نمیگن بهتر میشد ولی مثلا کار جالبی بود یعنی می، بعضی آرتिस्टا میتونن این کارو بکنن فقط کاری که ما کردیم حالا توی اون اینترویو من نگفتم چون هنوز همه آهنگا کامل نشده بود درست. و اینطوری نیست که برنامه ریزی شده بود خواستیم این کار رو بکنیم نه یه دفعه شانسی یه جوری شد که آلبوم سپر خیلی دپتر و قمگین شد یه دفعه شانسی و آلبوم ما خیلی کلن سبکانسی و سر لایتتر و فانتر و اینا و خیلی خوشحالم که دو تا سایت شد چ... مثلا قسمت اول یه ذره غمگین قسمت دوم فانتر و سبکتر آره دقیقا یه, یه ذره سنگین تر بود انفرادی و جالب شد حالا مثلا اگه قرار بود مثلا 20 ترک باشه که تقریبا یه فاز باشه فکر کنم اذیت میکرد شنونده رو ولی همین که یکی مثلا سنگین یکی سبکتره بهترش کرد داستانو فیوریت خودتون از آهنگا کدوم بوده ببین من من خب همه رو دوست دارم هنوز نمیدونم ولی زرد وقت بگذره ولی خب کافر رو خیلی دوست داشتم چون این پروژه‌ای بود که دو سال پیش شروع کردیم شاید بیشتر خوشحال خیلی قدیمی بود پروژه یعنی دو سال داریم پروژه رو و پروژه قدیمی رو که خب خیلی دوست دارم اونایی که خیلی وقت پیش کار کردیم ولی خب کافر رو من خیلی دوست دارم به خاطر بیتش و و اینا بعد دیگه گنگ میرخصه خیلی فانه یعنی کلا یعنی خیلی خودم آلبوم و مخصوصا آلبوم سپر رو خیلی دوست دارم چون سپر خب مثلا چند وقتی که آهنگ میده آهنگای خیلی لایتی میده خب یعنی مثلا آهنگای کوتاه دو تا ورس میخونه بعد یه ذره لایت آهنگاش فانه و عقص ما گفتیم توی این آلبوم آهنگایی که سینگل میدی مثلا چه یه ماه یه بار دو ماه یه بار سینگل میدی اونطوری نباشه آهنگ آهنگایی باشه که اه، یه ذره عمیق تر باشه سنگین تر باشه که بیشترم بمونه که به نظر من همین کار رو کرد و من خیلی خوشحالم که آهنگ لایت خیلی سبک فان اونطوری نداره آلبوم سپر الان مثلا کمیکال لایت ولی اون باز مثلا یه دونه از اون وسط ولی کلا بقیه آهنگاش خیلی همسای خاوری هم بود ولی خب بقیش مثلا اکثرش من حس میکنم بیشتر توی فاز اون سپهر قدیمی بود که خیلی هم دوستش دارن که همتر دیده بودیمش و اینش خیلی به من چسبید ببین همسای خاوری خب فریستایل بود بیشتر یعنی آهنگ نبود یه بیت باحال بود فریستایل بود میتونستیم نذاری میتونستیم بذاریم ولی چون تو یادگاری یه دونه آهنگ فریستایلی داشت گفتیم اینم جالب میشه و خیلی خوشحالم چون اگه دقت کنی از ترک پنج از بریم با هم تا ترک آخر سپر آهنگ شاد دیگه نداره و این همسار خو... سای خاوری اون وسط یه ذره یه بریکی میده اه... که انقدر دیگه همهم هم دیپ نباشه باشته یه چیز فام بیاد دوباره یه ذره سنگه میشه اوکی. از همکاری با آهنگسازهای دیگه چرا اصلا تصمیم گرفتید که مثلا افرادی مثل فارسی، سوالک و آرما میلادی باشن و چون مثلا فارسی عضو لیبل دیواره دیگه یکم هم بچه های لیبل دیوار معمولا با بچه هایی که خب آهنگاشون مین استریم تر اینا مشکل دارن چی شد داستان اینا که اومدن تو آلبوم بودن ببین من سپر این بیتر رو گذاشت برامو فکر کنم که شاید یک سال پیش بود ضبط کردیم و بیتش خیلی باحال بود آهنگ خیلی باحال بود و تو وقتی بیت خوب باشه پروژه خوب باشه من کاری ندارم بیت از کجا میاد یعنی مثلا آرما میلادی جزو آخرین آهنگایی بود که اضافه شد به آلبوم یه دونه پروژه برام فرستاد همین بریم با همون فرستاد و اینا به من گفتم خب خیلی باحال خیلی هم میدونستم به سپر میخوره این آهنگ مطمئن بودم تا بیت رو شنیدم گفتم این این سپر واقعا من رو این بخونه بعد یعنی مهم نی بیت ساز از کجا باشه خب ددانو خیلی واش کار کردیم چون خیلی سرقش مدل ما فامیلو کار کردیم بر همین بر من باهم نیست بیتر کجا میاد تو وقتی خوبه چرا که نه اوکی پس یعنی تو آینده هم کسی آهنگساز باشه آهنگی بفرسته خوشتون بیاد حتما چیز میکنم کار میکنید آره حتما فقط یه چیزی که بر با... مواظب باشیم اینه که اه... خب من همه سمپل های همه دنیا رو که ندارم شنیده باشم ممکنه یعنی من همیشه با آهنگساز که کار میکنم سعی میکنم و یه دابل چک کنم که بعدا مثلا, مثلا دو که این بیت دوزی بود این فلان بود, یه آهنگ بود که آهنگ لبخند چی بود اسمش یه آهنگ بود سیاوش رو سپر با هم داده بود لبخند دیگه لبخند نبود لبخند بود آره لبخند که یه گیتار داشت که گیتارشو یه پسر برای اون فرستاده نمیخوام بشه. رو یه پسر هم گیتار رو فرستاده بود که روی اون ورژن اولی که سفر خونده بود بیت بود بعد من هم گفتم این بیته به حال من کاملش کردم چیز درام لاین شرکت کردم اینسترومنت اضافه کردم از کارش کردم خب گیتار همون بود بعدا همجا نوشتن جی, جی مثلا این بیتش سمپله ولی خب بیتر گیتاره رو من توی تمام کردیت رادیو جوانی نام نوشته بودم که گیتارش رو فلانی زدن نیست که بگم من زدم ولی خب یه سری چیزها رو نمیتونی کنترل کنی دیگه من همه گیتارهای دنیا رو که نشیدم بدارم کدوم سمپل کدوم نی ولی از اون موقع یه ذره حواسمون هم سر ناب همین اتفاق افتاد بیتش رو فرستاده بود یه ویدیوی تیزر هم درست کرده بود بعد خیلی جالب بود توی تیزر نوتایی که میزنه اشتباه یعنی اون نوتای ناب نیست مثلا اگه دین دینه این دین مثلا داره میزنه یعنی دو تا نوت اشتباه میزنه بعد تیزر درست کرده بود که بیتشو شما من ساختم و اینا بعدا که آهنگ اومد فهمیدیم از یه لوپ مثلا از اینا که میخریم برای همین همیشه آدم با مواظب باشه ولی تقصیر آرتیست هم چون همه بیتار که نمیتونی بفهمی کدوم مثلا آره حالا آره الان این حرفی که حالا سمپل عریض جی جی نزده بودن سر لبخند چون یک خواننده یک ربگون افغانم اونو خونده بود روم بیت من یادم همه جا پخش شده بود مثلا اسکی زدبازی از خواننده های افغان برخ خندهش که اون گیتاران خودش نزده بود اون مالی یه سمپل پکه دقیقا. دقیقا. یعنی دقیقا. گفته بود من اول اینا رو سمپل پکه دو برداشتم تو نبود که بود من اول زدم دقیقا. ولی نه این اتفاقا میفته دیگه بر همین تنها خطر کار کردن با پرود حالا ده ده مثلا پروسر هایی که ما کار میکنیم که معمولا همه میدونی حرفه ای ولی تو میگی هر کی بیت بفرسته آره یه دابل چک میکنیم که بیت رو حتما خودی زده باشه بعد اه، 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 اوکی حالا درباره اون داستان بیت ناب هم که حرف زدین حالا من اسمشم بگم اگه مشکل نره علی مجیک ام جی ادعا میکرد که یه قسمت هایی به بیت اضافه کرده ولی عریض جی جی اینو پاک کرده و میگفتش که من از اول مثلا به لیتو گفته بودم که این لوپه ولی اینو مثلا به جی جی نگفته بودن و اینا مثلا خواستن اسم منو خراب کنن ببین آخه دلیل نره اسمی وارد چی وقتی یکی بیت خفن بده وارد بخونیم اسمشو خراب کنیم مگه مریض داریم نه داستانش این بود که این اون موقع خیلی قبل 700 پیشه ولی داستانش این بود که تو وقتی ویدیو درست میکنی پیانو بیت تو تمام چیزاشو با خود گیتار برداشته بود گیتار نابو مثلا زده بود باهاش یعنی نمیتونه در بره از چیزی که کاری که کرده چون ویدیوش هر داره میگه من گیتارش زدم من پیانوشو رو زدم فلان اینا بعدم دیگه همین دیگه قیب شد و چون دیگه همه سامپل هاشو اینا دور رفت و اینا ولی یعنی ما با آدم ها که کار میکنیم که درستن و رو راستن و اینا هیچ فرق هیچ مشکلی معمولا تو حتی اگه سمپل کردی بگی تو کردیت آهنگ بزنیم هیچ اشکالی نداره چون زدی آهنگ مال لوپ چه داره ولی وقتی نمیگی اون موقع که به مشکل میکنیم درست خب بحث آلبوم دور نشیم درباره آلبوم کی حرف بزنیم که اولین که من کانسپتش خیلی دوست داشتم اولین بار بود چون واقعا هممون کشیدیم از این داستان ها و اولین بار بود که به این شکل نگاه میشد به این داستان و خب دوست دارم بدونم که چی شد جرقه این آهنگ زده شد یهو خواستین که همچین آهنگی بزنین ببین داستانش این بود که من همیشه حالا میدونی مثلا نیوتون هم نیستم مثلا جاذبه برای کشف کنم ولی همیشه دوست دارم اولین باشم توی سری کارا و آهنگ فاکیو که به ایرانی میشه کسیدنتون یعنی همون حالا داره این توی ایران وجود نداره و خیلی عجیبه چون فاکیو یه چیز یه تیکه کلام خیلی مهمیه تو کل دنیا یعنی بزرگترین فوش دیگه هم توی امریکا پره توی همه جای دنیا پره و خیلی برام جالب بود که کسی به فکرش نرسیده این کار بکنه حالا شاید بخاطر فرهنگ و یه سری چیزا تو ایران چیز نباشه بعد با آرتا صحبت کردیم من بیتش رو فرستادم براش دمش گرم مثلا بگم دو روزه یه روزه کورسش رو نوشت و همش هم خودش بود من فقط ایدهش رو بهش دادم که میخوام تو کورس اولش کسه ننشون باشه بعد اه بعد از این گفتم خب یه ذره ایده داشتیم خب بیایم یه آهنگ انگستر بخونیم به بدخواه بگیم لوس میشه تکر... یعنی کلیشه میشه بعد من فکرم رسید خب چی خیلی حال میده چ... چیه مثلا پونزده چون آهنگی هم نیست که مثلا کسی یا 40 پنج سالش باشه شاید مثلا خیلی ارتباط برقرار نکنه چون یه ذره آهنگش مال تینیجری و مال اون حس واقعا عصبانیت بچگیته و که اون چیزی که داری بر همین گفتم ربطش بدیم به, به این داستانایی که میگم همش روش واقعیت و برام اتفاق افتاد که مدرسه اخراجم کردن و دعوام دعوا کردم با معلم حتی دختر مدیره هم واقعی بود همش همش واقعی بعد اتفاقی که افتاد گفتم خیلی جالب میشه که بیایم از دیدگاه دانش آموزا اینو بگیم ها چه میدونید یه دفعه ب... مدرسه ها که وا شدن یه از این ویدیو های شاید زیاد برامون بفرستن و به نظر من خیلی خیلی هم مسیج گرفتم روی این آهنگ که چقدر حرف دل ما رو زدی چقدر چیز کردی مثلا بر من عجیب ولی خیلی این رو گرفتم من فقط داستانم رو تعریف کردم و یه انتقام یه هیچ بود که خیلی میخواد خیلی وقت بود تو دلم بود گفتم وای من یه روز بعد پدر اینا رو در بیارم. نه دقیقا برای خودم خالی کنم که این بود داستانش دیگه یعنی یه آهنگ خیلی خصوصی بود یه آهنگی بود که از نظر کورسی به نظر من کسی تا حالا تو ایران همچین کورسی نداده حالا خوبی جو بردی ولی کسی دانه نکرده این کارو و خیلی من خودم راضیم هم این مدلی که در اومد آره خیلی موضوعی هم که داره حداقل 20 درصد حس میکنم همه دانش آموزها کشیدن اینو مخصوصا دانش آموزایی که کم حالا شیطون ترن ذهن بازتری دارن اینا من خودم و خیلی دیگه و کشیدیم دیگه و جالب بود که به این شکل بهش پرداخته شد اما درباره مثلا فاکیو اینا حرف زدیم من الان مثلا یه چیزی زد به ذهنم نمیدونم آهنگ جوجه هنریه تتلو گوش دادین نه خب تو این آهنگ خیلی از فوش مادر استفاده میشه و خب شخص خاصی هم هست یعنی به خشار آر و مثلا مرگ مادر خشار آر رو به تمسخر میگیره و اه مثلا سه آهنگ بیشترش فش مادره به مثلا خشاره در جواب مثلا آهنگ هولو و خب اون چیزی که من یادمه مثلا 7 سال پیش سهراب امجی خودش یه سری حرکات میزد که مثلا فحاشی ناموسی کم بشه توی آهنگا و خب حالا مثلا کانسپت آهنگ که الان در بار زدیم که این ربطی نره چون مثلا واقعا یه سری اشخاصی هستن که زندگی ها خراب کردن اما درباره فحاشی مثلا به یک آرتیست دیگه و مسخره کردن اون و استفاده از الفاظ رکی که اینا این شکلی نظرتون چیه ببین همه چی میگم من آهنگ رو نشیدم کلا هم اینطوری که تو تعریف میکنی و خیلی مدل من نیستش این کار کردن اگرم میخوای من به نظرم هر سوژه ای رو میتونی تو هنر باش پریز کنی ولی باید با سلیقه خیلی بالا این کار کنی و کسننشون یه فوشه ولی اون معنی که میده رفت به مامان کسی که نداره فوشه یعنی میدونی یه کرمه یه که معنی تک تکی کرمه هاش اونه ولی در کل داری میدونی فاکیو میگی دیگه یعنی گوره باباش یه جور مثل گوره بابا داره آره دیگه, آره دیگه. میدونی یعنی منظور اینه منظور طرف مادر کسی که یعنی ولی اون چیزی که تو میگی خب فرق داره و به نظر من اگرم آدم میخواد مثلا کارای مثلا ت... تابو بشکونه و کارای خیلی مثلا عجیب غریب بکنه خط قرمز رد کنه اینا حداقل و با, با یه سریقه انجام بده یه ذره هنر داشته باشه توش که چیز نشه زننده نشه میدونی ممکنه یه سری آهنگ اینو گوش کنم بگن زننده است ولی من میدونم 80 درصد حداقل موزیکی حال میکنن باهاش میفهمی چی میگم تو هر کلمه و هر چیزی رو میتونی بگی ولی اگه با هنر و با صدیقه خوب این کار رو بکنی به گوشم قشن میاد و تنز داره و میخندنم و جالب میشه ولی اگه یه جوری چیز کنی مثلا فوشی باشه و چندشی باشه مردم خوششون نمیاد و چیز میشه میدونی از اون خیلی جلف میشه یه جورایی برای خیلی کار سختیه ولی خب اگه کلن تو سر دقیقت این چارچوب داشته باشی معمولا تا زرنده بشه رو مخ بره و اینا نمیگیون نمی اون کارا اوکی ولی خب در کل با فهاشی ناموسی به کسی اگه هنری باشه مشکل نداری ببین اگه مثلا با یه, یه جوری باشه که مثلا باحال باشه نه حالا من خودم خیلی مثلا به نظرم بچه بازی زدارم. مثلا فوش مادر بدی به یکی تو آهنگ میدونی مگر اینکه میگم یه جور خیلی باحال بگی مثلا بگی هم پسنش شد مثلا گم شد مثلا چی میگم ولی مثلا کلن فقط فوش بدی ولی ب... میدونی به طرف یه آدم اون کار خیلی درستی نیست می... میفهم چی میگم آره میدونم مثلا فوش داده ف... مثلا فوش داده باشی که فقط فوش داده باشی یه توحینی کرده باشی نباشه مثلا مثل امینم دیگه امینم مثلا بعضی از آهنگاش مثلا میاد نیکی مسخره میکنه اینا ولی خب همش رایمه مثلا گوش میدی میگه اه این رایمو پیدا کرده و فهم کارم همین بود منظورت یه درسته آره دیگه منظورم اینه که یه ذره وقت هنر داشته باشی بس یه،, یه چیزی بعد داشته باشی که جالبش کنه میدونی زننده نباشه اوکی اوکی بازم اونم خب بحث جان. داره دیگه آره اوکی خب بریم سراغ هواشی اخیرتون و خب یه درگیری داشتین با پارسالیب و حالا یه جوری به نظر میمد سوء تفاهمی شروع شد اما خب به دیس و این داستانه کشید من اول یه انتقاد داشتم حالا از خلصه و خودتون اونم این که مثلا شما میگید اینا ارزش ندارن که مثلا ما بیایم در حرف بزنیم کنیم و اینا ولی مثلا خلصه دو تا لایف میذاره یه فیرستال استال جمع میکنه شما مثلا 20 25 تا استوری میذاری خب به نظرت مثلا اگه قراره که آقا حالا طرف ارزش نداره که اصلا مثلا به نظر من اگه کسی ارزش نداره من جوابشو نمیدم ولی اگه میاد تو موزیک به جای اینکه مثلا 20 تا استوری بذارین و مثلا لایو بذارین بهتر نیست که همونو ببریم تو موزیک مثلا یه فری استایل بدین ببین فری استایل که باز میگم خودش رب داره یعنی فری استایل به نظر من اوکی ولی من گفتم ارزش ندارن یعنی تو موزیک جوابشونو بدم یعنی مثلا میدونی وقت ندارم من پروژه درست کنم برای یه نفر که اصلا شیش ماه دیگه هیچ یادش نمیاد و من اون استوریا رو گذاشتم چون به نظر من بهترین مدلی که میتونست این داستان تموم بشه و شروع بشه شد چون یه جوری شروع شد که سر یه آهنگ بود که نسیم به یه دفعه دیدم داره آهنگ میده بهش گفتم این با من خیلی بده یا حل کن موضوع رو یا نخون باش چون این کلا با ما بده با تیم ما بده کلن. بعد اونم گفت به من ربطی نداره و فلان و اینا بعدش حتی گفت بیا باش حرف بزنیم گفتم حرفی ندارم بزنم که مثلا بخواد چیز کنه من فقط من سر با تو یا مثلا اگه تو تیم مایی که نمیتونی بری که دشمن مایی بخونی و اینا یا حداقل بهش بگم معذرت خواهی کنه معذرت خواهی میکرد همه چی تمام هر کدوم از اینا که با ما بعدن که اکثر هیچ کدومش منشور نکردم یه منظرت خواهی بکنن تمومه اصلا دیگه هیچ همه چی تمام میشه تمام بیف تمام میشه اینا بعد نصیب من گفت نه و حالا میخواد با طرف گفتم نه حرف نرم باشه اگه میخواد پابلیکلی یه ستوری بذاره منظرت خواهی کنه اگه سو تفاهم بوده تمام میشه حالا جالبیش اینه که اینا آهنگ رو خون نصیب و اینا اونم کلی سو استفاده کرد و من با نصیب خون نمو بعد آهنگ کاور عذاب دارم من و منم هم, هم سوژه میکردم که آقا این اصلا آرتیستین همه کاراش کاوره عکساش کاوره کفشاش فیک تمام همه چیش کاوره یک دونه چیز اوریجینال نداره این توی به عنوان آرتیست همه چیش کپی بیتاش کپی فلوهاش کپی یعنی من نمیام برای همچین آرتیستی آهنگ درست کنم بعد این آهنگم کاور در اومد آهنگش بنویسیم بیتش کاور فلوش کاور اینا و من خیلی خوشحالم که آخرش اون داستان ها به حرف من رسید که آقا وقتی میری با یکی که اصلا طرف یکی رو میگیری که یارو اصلا ارزش نداره تو لول نیست که باش بخونی تو شاید هم هست توشون خون باش دیگه دیگه این طرف رو فراموش کن میدونی چی میگم یعنی دیگه وقتی مثل توی اون فیلم گاز فادر بود میگن که هیچ وقت برای خانواده طرف نگیر این, این کارو کرد و برای من یه خطی که رد بشه دیگه نمیتونی بیای یعنی ما قبلا گفتم با مهرادینا با هر کی هر مشکلی داشتیم اگه یکی باشون بعد بوده من هیچ وقت نرفتم با کار کنم یا طرف یارو رو بگیرم و برای همین دوستی ها هیچ وقت خراب نشد ولی یه مشکلی بود تمام شد رفت به هم, هم اینطور تمام مشکلات تموم شد رفت یه تلفن تمام میکنه همه چیزها رو ولی چه میدونم اگه به میرفت با یکی که من خوب نیستم باش میخون نه دیس میکرد فلان بعد طرف اونو میگرفت و اینا خب معلومه دیگه چرا راه برگشتن نمیذاری برای خودت آره آخه نسیم دیس که نکرد بعد بعد یه چیز دیگه مثلا میگین همه آهنگاش کپیه مگه همه آهنگش گوش شدین؟ نه ولی برای من خیلی فر. مثلا بهت بگم برای من 15 تا آهنگ فرستادن که هم همش کپی بود ولی مهمترین آهنگش که کپی بود دیسش بود که کپی هم بیت کاور 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 همش کاور کاور لیپ بر هم اسمش کاور لیپه ولی اون آهنگش که با نسیم بود اونم هم همش چیز کاور بود و دیگه آدم چی میخواد جواب یکی که همه چیز کاوره حتی عکس اینستاگرامش هم برام میفرستادن این سریا که حتی عکس هم که میگیره مثلا از عکس های دریک فرمی داره چیز شات های دور می نشه همه چیز و نمیاد اشکالی داره میخواد کاور میخواد کپی کنه میخواد چیز کنه. اصلا مهم نیست برام ولی میگم برای میدونی برای همچین آرتیستی ویل کردی گروه تو بعد یه چیز دیگه من تو مسابقه قبلیتون دیدم که گفتین ورسشم از بچه های پایدار نوشتن من, من شنیدم از دو سه نفری که تو داستانن شنیدم حالا نمیدونم منم شنیدم. نمیدونم. شنیدم ولی پایدار نبوده منم پشت صحنه با بچه های شنیدم مثل که مرجاک بوده اونجور که من میدونم یعنی بچه ها گفتن حالا دقیقش رو نمیدونم حالا بچه های پایدار کی گفتم نمیدونم و نظرتون در اینکه کسی که تکسش رو خودش ننویسه چیه؟ ببین اگه فرق داره مثلا من میتونم کورس بنویسم یکی بخونه چون کور... قر... یا یکی بنویسه یه کورس رو من بخونم یه دو تا پانچ لاین به هم بگم و من دو تا پانچ لاین بهش بگم اتفاق افتاده ولی وقتی دیستراکت رو تو یکی عادیه تا... زیاد میفته آره تو یکی دیگه بنویسه دیگه خیلی وضعیت خرابه خب آخه مثلا تو آمریکا هم داریم اینو خیلی از آرتिस्ट‌ها هستن خودشون تکست نمی‌نویسن خوب نمی‌کنن آرت... هیچ آرتیست خوبی نیستش دیس خودش ننویسه میگم در حد کورس و دو کلمه اوکی ولی کی دیس یعنی فقط رو دیس منظورتونه رو بقیه آهنگا نه مثلا استیل دری دیگه نه نه بقیه آهنگا اه نه بقیه آهنگا بازم میدونی دکتر جای هم هیچ وقت ادعای رپری نمیکنه همیشه خودش اومده گفته من جیزی برام می نویسه گست داره ام, ام نوشته براش کلی و ولی دیس ترک هایی که مینی حالا هم ام کمکش کرده اینا ولی فکر نمی کنم دیگه بیا یه نفر یکی رو دیس کنی همه همش رو یکی دیگه نمیشته باشه مثلا یعنی دیگه حرف خودت نی مثل که با یکی دعوا داری یکی دیگه مشتای یکی دیگه رو بزنی اونو بفرستی جلو حالا من با خود پارسا هم باید صحبت کنم حالا یه مسابقه باش خواهیم داشت که ببینیم مثلا داستان این تکست نویسه چی بوده چون میگم من هم شنیدم که مرجاک نوشته حالا یه مبلغی هم گفتن که مبلغه رو من شنیدم خیلی زیاد بود حالا نمیدونم بعد صحبت کنیم ببینیم چه جوریه شاید هم شایعه که دارن پشت پخش میکنه اما به حال وقتی که نسیم با پارسا خوند خلسه خیلی بهش بی احترامی کرد و خب نسیم از خلسه رفیق قدیمی تره با شما شما چیزی به خلسه نگفتین که آقا مثلا فلانه چیزه یا نه کلا نسیم بعد از اون حرکت کنار گذاشته شد ببین تا جایی که من داستانم میدونم خلسه کرد بعدش ولی نصیب... خیلی مالکشی مزرعت خواهی کرد یه جوری توجیه کرد و فلان و اینا نمیدونم دی من یادم ولی به هر حال خواهی کرد اونم می... کار خودشو کرد دیگه یعنی اگه نصیب مثلا نمیخوند اون کارو نمیکرد خب آره خب میدونی فرق میکرد داستان مثلا سعی میکردیم قشنگ حل کنیم داستان اتفاق پیش اینا ولی وقتی دیگه خودش خیلی پابلیکلی اعدام کرد دیگه با ما کاری نداره اینا دیگه نه انتظار داشته باشه ما هم خیلی دفاع کنیم وقتی او اون طرف کسایی که با ما خوب نیستن رو میگیره خب ما هم خیلی خب آخه یه مسئله دیگه مثلا آخه نسیم دیس نکرد و تو آهنگه هم هیچ تیکه ای نبود و مثلا ما اینو زیاد دیدیم مثلا اینکه مثلا خشیار اس آر خب مثلا کوروش و... کوروش و پدیای مثلا میان مافیا دیس میکنن مثلا یه ما بعدش هم ما خشایار که خب مافی رفیق صمیمی میشه خودش میگه داداشم و اینا با کوروش میخونه و خب ببین را... مافی نی... رابطه گروه ها فرق داره مثلا توی اه... گروه ما هیچ وقت همچی چیزی نمیبینی هیچ وقت نمیبینی یکی بیاد یکی از ماها رو دیس کنه یه ماه بعد یکی باش بخونه نمیگم اون کارش درسته یا غلطه ها. ولی اه... من مرام و رفاقت برام اینطوری چی میگن چی نمیشه تعریف نمیشه تعریف نمیشه آره که خب مثلا تو هیپ هاپ خب. یعنی میدونی خیلی مهمه که چون بفهمن گروه پشت همه همه پشت همه خب گروه قوی تر نشون میده تا اینکه خب اگه این نشونو بزنیم اون اوکی دیگه اون میاد با اون میخوره ولی خب من میدونم الان خیلی بین اونام اوکی ها یعنی تا جایی که من میدونم همه چی اوکی بینشون ولی کلا فکر نمی کنم حتی اگه مثلا یکی بیاد چه آرتا رو دیس کنه خیلی کوروش خوشش بیاده باش کار کنه اینا یعنی تا جایی که من میدونم یعنی اون چیز تصمیم خود داره ولی اکثر گروه ها خیلی همه چیز ترن خیلی پشت همه همه اوکی. Okay. خب درباره نسیم حالا اسم ها اومد اول اینو بپرسم رابط... رابطتون با رو اوکی شد ببین اوکی با خشار یعنی ده... کاری خیلی باش ندارم من ولی آخه سوال کم بود تو آلبومتون دیگه سوال کم از بچه های کچی بیتسه آره خیلی هم بیتش باحال حال بود و اینا نه کاری که یعنی نه مشکل دارم همون موقع بود اون هم بود اونم به حل شد میگم اونم باید مذرت خواهی کرد و ده... با اینکه خودش هیچ کاری نکرده بود به نظر من فقط یه ذره اه... میتونست بهتر هندل کنه چیه. ولی نه مشکلی که نداریم یعنی اونم به حال جزو دوستای قدیمی مونه و حالا ممکنه کار خیلی باش نکنیم الان ولی مشکل نداره خب درباره با لیتو صحبت کنیم خب آشتی کردید این چند وقت نسبت به پستایی که گذشته شده معلومه اما داستان درگیریتون یکم عجیب غریب بود و این آشتی زوند هنگامتون Uh, چون از یه طرف لیتو دیستون کرد از طرفی تو مثلا مصاحبه قبلش با ما مثلا دو ماه قبلش بود میگفتیم مشکلی نیست همکاری میکنیم بعد خیلی زود آشتی کردید بعد مثلا نیلن... بهزار چرا... من نمی‌دونم چرا همه نوشتن دیس مثلا لیریکس رو گوش ندادن آخه نه شیطنت کرده بودن 100 صد درصد شیطنت کرده بودن چون تو کاور آلبوم یعنی کاور آهنگ عکسی از پیر شدین ولی بزرگ نه که روی دیوار هست دیو بار آره بعد از اون میگیم بعد از اون ور مثلا این شخصیت دستش چاق ایناست مثلا گردن اون عروسکا رو بریده و فلان و اینا بعد خب تنها درگیری که داشتیم این بود از قبل میگه کی باید دست دادم این قشنگ فکر رو برد اونجا بعد دی, دی، دیس نبود خیلی مثلا اعتراض بودم من اوکی هم تو آهنگ و مثلا این طوری چاقو زدی از پشت کجا چاقو زدین یادم هم... ولی من دیست نبود ات میگم اعتراض بود مثلا منم چیزی که با بهزاد داشتم اعتراض بود میدونی مثلا میگفتم مثلا این کار بکنی کار نکن مثلا توی دوستیمونا و اه... من اونو خیلی دیس خیلی میدونی بخواد تیکه بندازه و فلان نیدم خیلی فقط اعتراضشو گفت که بند. مثلا نامردی کردین و میدونی خب نامردی کردین همه حرفاشو قبول ندارم نامردی نکرده بودیم یا کرده ببین هر کی طرف خودشو داره دیگه من میگم اون نامردی مثلا من شب بگم اون نامردی کردم شب بگم من نامردی کردم میدونی هر کی طرف خب داستان سر چی بود آخه مثلا روی آهنگ حال نکردین مثلا اون گفته بود این چه بی تی شما گفتین نه این چه ورسیه یا نه چی بود داستان نه داستانش حالا داستانش ربطی به موزیکینا همش نداره یه سریش داره ولی کلا یه داستانی بود که جمع شده بود بعد وقتی مثلا کلا وقتی با یکی خیلی حرف نمیزنه و دور می دور میشینه همه یه ذره فاصله میفته و راحت این مشکلات بزرگ شد و بزرگ شد بعد نری باش حرف زدیم ما... من حرف زدم باش و خیلی اوکی شد همه چی اون اون چیزاشو گفت من گفتم و بعد اوکی شد یعنی همش گفتم. گفتم گفتم امکان نداره روزی بیاد که ماها خیلی دیگه جدی با هم بد بشیم چون واقعا دوستیم و آخه با بچه های زدبازی داشتین من مثلا یکی از فکرهایی که بود مثلا میگفتم چجوری مثلا اون جی جی که اومد مثلا سامان ویلسونو دیس کرد بعد مثلا اینجوری میگه میدونین مثلا چطور یا مثلا درس گرفتین از اون اشتباه ببین اون موقع هم یه سنم کمتر ولی اون موقع هیچ وقت میگم دیسایی که میکردیم خیلی ملو بود یعنی اصلا بابا مهمونی خودمونه ملو نبود نه یعنی تیکای خیلی کوچولو بود در حد مثلا مثلا میگفت مثلا خبری نیست و مثلا یه چیزای خیلی کوچولوه یعنی هیچ وقت دیس ترک خیلی پرسونال ندادیم به هم مثلا دیسی که مثلا چه میدونم بیایم مثلا طرف و خورد کنیم به مثلا چیزایی بگیم که نه بگیم هم در حدی که مثلا چه میدونم ولی خب گفت این آوازه بازی مثلا سوان ویلسون دوتا آهنگ داد یکی اه تو بریزن به هم یاتی که انداخ و یه آهنگ دیگه بود به اسم گلاغا که میگفتن دیس شماست اون اصلا دیس رو من میدونم دیس کیه ولی نمیگم ولی نه اون اصلا دی... اشتباه پخش شده بود که دیس جی جا. اصلا هیچ ربطی نداره چون اصلا حرفی که میزنن رو گوش نمیدن مردم میگه 100 سال کار ندادی مثلا من ساده داشتم یه آلبوم میدادم اون موقع این دیس یه... یکی دیگه بود که ی... اصلا شاید رپر هم نباشه ولی این داستانش اشتباه پخش شده بود من هم چیز نگفتم چون مثلا یعنی اینطور نیست که بخوام نه با من نبوده فلان ولی الان که همچو که شد قبلش هم میدونستم و موقع هم میدونستم که اصلا داستان یه چیز دیگه بود ولی خب مردم اشتباه ولی خود خودتون هم تو... همون... دو تا ترکتی که یکی الان مهمونی خودمونه یکی هم اسمش یادم نمیاد فکر کنم شماره یک بود میگفتین آلبوم گوش دادین دیدین چیش کمه و اینا که مثلا همون دیگه دا. همون تیه سیام هم مثل برف بود ولی همون میگم همیشه خیلی مثلا کیجاش خالیه مثلا همون حرف به احزاد هیچ یعنی لیول های مختلف داره ولی توی مثلا این اینستاگرام اینا میخوام مثلا کلیک بخوره یا دیس به ازاد بازی مثلا دیس جی جی و ولی نداره من حتی فکر میکنم خیلی از دعوا و اینا تو رپ با سر تیتر زرد سر هم... نه سر سوء تفاهمه که مثلا حتی ممکنه با یارو نباشی ولی طرف به خودش بگیره یا مثلا اینقدر همه بهش بگن که این با تو بود این با تو بود تا یه جوابی بدی درست ولی چون اصلا چو تو هر من هر آهنگی رو میتونم الان رپت بدم به یه آهنگ دیگه درست اوکی okay. خب پس آخه خیلی ها میگفتن که لیتو مثلا ممکنه داستانتون چون خیلی اصلا مثلا چی میگن از سمت جی جی خیلی همه چی آروم بود بعد مثلا خیلی هم گفتن که آقا مثلا میخواین تعیین کنین مثلا چه من از قبل چیدین حالا یه هاشیه باشه نه روشن. با من با هیچ کی نمیچیدم. من من اصلا هیچ وقت این کارو نکردم هیچ وقت نمی کنم. چون دلیل نداره اصلا برای مثلا چیز اونم با رفیقات ممکنه حالا مثلا چه میدونم پوسترت سر بره یه گیره کوچولو به یه, یه خواننده حالا معمولا خواننده پاپ و اینا بدین ولی اینی که مثلا بخوای با یکی کل کل را بندازی پشت صحنه با هم خوب باشین اینا هم به هیچ فرق این کار نمی کنم به نظر من خیلی کار لوسیه آره خیلی هستم مثل... حالا مثلا اگه مثلا کاری که مثلا برای بتلا می کردن اوکی بود مثلا خشار اینا چون برحال یه جوی می بدن جا بیفت ولی اگه نه قرار باشه مثلا اون بیاد تو تلگرامش به اون فوش بده بعد اون بیاد فوش بده بعد پشت با هم دست بدن این خیلی دیگه خیته بر... بطل هم بطل باز با حال میدونی چون حالا میگم باز من نمیکنم شوق این کارو چون مثلا یه ذره دفعه بعد بخوای دیس کنی اینا یه ذره جوک میشه اگه واقعا با یارو مثلا اون موقعی که مثلا ما چه من با پیش رو مشکل داشتیم مثلا دیس میکردیم خیلی میدونید مثلا طرفدارا دعوا میکردن تو پارک با هم. یه چیز خیلی آه واقعی اگه اونایی که دارن دعوا میکنن سر آهنگات و این چیزا بعدن ببینن تو اون پشت فیک بوده همه چی خب اونا میگن ما ما اسکو رو ببین طرفدار اینا بودیم دعوا کردیم همه چی فیک میدونی ن... نمیتونی با طرفدارا تو اینا اینطوری بازی, بازی باز کنی. کنی میدونی okay. که مثلا اونا هم آدم هن. اونا مثلا حالا حاضر... یه سرشون سنشون کمه و مثلا براشون مهمه و ذوق دارن و رپ و کل کل اینا اگه بفهمن اگه فکر کنن همش فیکه میگن چیه بود همش چی فیکه همش چرت پرته میدونی مرسه. مرسه. برای همین من, من خیلی تو به نظرم تو رپ یا باید بیف واقعی باشه که ممکن است طرف رو ببینی دعوت بشه باش یا اینکه فریست در حد یه چیز فریست یه مرسی یه مرسی مثل ورزش در حد اون ولی اینی که یواشکی با هم خوب باشین ولی جلو بقیه برای مثلا چون فالور جمع کردن این کارا رو بکنی من خیلی اوکی خب یه سوالی که خیلی یاد داشتن حالا داستانش هم با بعد از بیفتون با ملتفت شروع شد که فدایی یه آهنگی رو شیر کرد که فهم کنم ماکت چیز بوده بریم فضا بوده خیلی قدیم چون بیتش بیت اون بود اگه شما نکنم و ماله فکر کنم 18 یا 19 سال پیشه ماله و... 17 هیف، سال پیشه اونو شیر کرد و خب خیلی از اون الان که شده استفاده خیلی ماردونه. خیلی, خیلی با فن باشی آهنگ یکی و 17 سال نگهداری خیلی بر طرف دورش باشی من اون موقع سی دی بود همه چی ببین این سی دی ما رو 17 سال پیش نگه داشته چون پاریس نمیم تعریف کردم ولی من پاریس می... یعنی چند دفعه دیده بودمش بعد اسمش کوین بود اون موقع بعد به همه میگفت کوین من نمیتونستمش عرش کنم تا چندین سال من کوین صداش میکردم اصلا قبل اینکه حالا یه اشتباهی هم هست خیلی هم میکنم مثلا فکر میکنم فدای نسل سه ولی نه فدای قدیم هم تو رپ فارسی با اسم کوین 69 کار میکرد آره کوین 69 بعد, بعد میاد آهنگای قدیمی ما رو سوژه میکنه خودش کوین 69 بوده بعد اون موقعی که من آهنگا مثلا عاشق ف... تابستون کوتاه پاریس مثلا میدیدیمش اون او چقدر باحال و یعنی فن بود تو فن یکی بر که آهنگای 18 سالشو دارید 17 سال پیشش هنوز من ندارم اون آهنگارو رو هیچ کدوم بس اون موقع اینترنت اون موقع رپ فا نبوده ببین دیگه کی موقع که مالکه. بعد آره مثلا بعد خیلی باحاله اینا انقدر احمقان، انقدر یه سری این طرف رو فکر میکنن من خجالت میکشم از اون خود ببین فدای چقدر آدم لوزر یه که فکر میکنه من افتخار میکنم که این... اولا که 17 سال پیش هیپ هاپ انقدر راف امنمی باحال درست میکردیم اون موقع چقدر از اون موقع لیریکس ها مریض بوده از موقع اوریجینال بوده من افتخار میکنم به این آهنگ ولی او اینو گفتی تو آهنگت اینو گفتی فکر کنم اینایی که این حرف رو میزنم مثلا 14 سالشون هم برای همین خیلی برام مهم نیست چی میگن چی نمیگن ولی خیلی جالبه که اه... من من, هیچی من اه... هیچی 17 ساده اصلا ندارم تو خونم چه برسه به سی دی هم... کوهنه کهنه ترین چیزی که دارم ممکنه مثلا یه دمپایی قدیمی باشه ولی اونم 17 سادهش نی یه هم چه جوری نگر داشته این 17 سی دی خراب نشده خب آقا ما تو مصاحبه که ما جیدال مرسد. داشتیم البته خب چند چند بار دیگه همینو شنیده بودیم میگفتن و البته تو یکی از آهنگاتون هم خودتون مثلا گفتین دیگه مثلا میگفتین که از ترک کاتش کردم بگو یادته هیت ترین کارش میشد بگو یادته جیدال ادعا میکنه که خیلی از همکاری ها رو جی, جی به هم میزنه و میگه که نباید کار کنید و فلان و از این داستان مثلا میگه که قرار بود به بچه های وانتونز گفته بود اگه جیدال تو بگو یادته باشه من نسیم و خلصه و بهزاد و از آلبومتون میکشم بیرون حقیقت داره؟ من, من میکشم بیرون آره گفته بوده جیدال گفتینو و دو سه بارم گفته گفته بود که میگه اگه فیت بدین با جیدال من بچه های نه، نه. خودم رو با... با... از بیرونی دو... داستانی که بس حالا غیر مستقیمه ولی مثلا من میگم مثلا نفسیم اگه با یکی کار میکنه هم داستان کاور دیپ دیگه من با یارو کار نمیکنم یعنی یه جوریه که ده... میدونی اگه یکی ده... چه میدونم مثلا یکی بخواد با سوراب کار کنه من باهاش خوب نباشم خب سوراب کار نمیکنه باشه چیز نرماله همون داستانه یعنی شما زنگ نمیزنی مثلا بگی آقا حار... کار نکن اصلا داره. خیلی باحاله خیلی این اه, چیز اه, اه, یه داستان دیگه هم بود اه, سر چی بود نمیدونم سر سر لایی که خشوار یه چیزی بود میگفتن آره مثلا جی جی گفته فلانی اصلا اصلا با یارو حرف نزدم من بعد مثلا گفتم جی جی گفته مثلا این با این نباشه فلان نه مثلا من کاری ندارم به من ربطی نداره فقط اونایی که من باشون کار میکنم یعنی اونایی که تو تیم ما معمولا نمیکنن دیگه یا اصلا خود منم نه مثلا بگو چرا این جای دور میری اگه یکی با سهراب بده سهراب لازم نیست به من زنگ بزنه بگه نرو تو آهنگش مثلا اگه من ندونم میگه راستی من این با من بده اوکی پس گروه باشه من باش کار نمیکنم یعنی اینطوری داستان خیلی غیر مستقیم و خیلی می دونی خیلی دو طرف است حتی مثلا چه میدونم بچه های وانتونز اگه با یکی خوب نباشن مثلا اگه واقعا اون موقع خیلی داریم با هم کار میکنیم به من بگه که جی راست این با ما خوب نیست و حواست باشه اینا خب من میدونی یه, یه نگاهی میکنم یعنی خب چیه داستان مثلا خب منم فعلا آره یعنی در همین حد که حواست باشه این بابا بعد بعد اون خودش رسم میگیره دیگه آره دیگه من که به کسی نمیگم چیکار کن چیکار نکن اوکی خب یه لایوی داشتیم با خلسه گفتیم که من عرفان آدم حساب نمیکنم چرا خب برای چی هست ببین حالا اون حرف هم خیلی درست نبود چون به حال یه موقع رفیقمون بوده و اینا من یه ذره از تیمش و اینا که همش هر جو میرسن تیکه میندازن و اینا به نظر من اگه چون رئیس یه تیمی یا مثلا سردسته اینا یه ذره حواست باشه دیگه چون بر خود مشکل ساز میشه مثلا الان من مینیمم دو سه نفر میدونم که به خاطر رابطهشون با من نرفتن تو آلبوم ایرفان ایرفانم ای ای بهشون نرفتم نرفتن و من میگم که خودش داره ضرر میبینه نه به خاطر من و با هر کی چه میدونم اگه یکی به سهرا هم یه چیزی بگه من نمیرم تو آلبومش میگم یه چیز دو طرفه است و خیلی نرمال و خیلی هم به نظر من تو بعد حواست باشه که مثلا اگه واقعا چه میدونم لیدر یه گروهی و اینا میخواد با یه سری کار کنی هم باشه اونایی که باید کار میکنن و زیر دستن و اینا مشکل درست نکنن برای آخه یه چیزی هست حالا از نظر من اگه قرار باشه همه رو اینجوری کنترل کنه اونا دیگه خودشون نمیشن میدونی آخه خودشون نمیشن میدونی مثلا داره سانسور میکنه دیگه مثلا طرفو دیگه میشه مثل جمهوری اسلامی خب چیزش اینه دیگه یعنی نه آخه مثلا اگه اگه نمیخو... اگه میخواد میدونی اگه میخواد همه اوکی باشن بگه نه من با ایران هیچ مشکل ندارم هیچ چیزی تا حالا بعدی به من نگفته عرفم میبینمش به سر خوبیه میدونی هیچ مشکلی با هم نداریم ولی من سر اینی که میدونی مثلا رفیق هاش حالا من یه چیزی بگم تی که سر اینه مشکل اگر نه من به خودش هیچ مشکل ندارم گرفتم ولی خب یاد داستانی الان مثلا خلصه به یکی یه تی که بندازه همینجوری بعد دو روزی که اون شخص بیاد به شما گیر بده مثلا میگن چون همکارش این تیکه انداخته من شما بدم خب این چیز نیست چی میگن منصفانه نیست ممکنه اون طرف مشکل داره حالا مثلا جیدال مشکل داره میدونی و میدونی نباید به نظر من نباید همه اینا رو به هم ربط داد آقا جیدال داره کار خوشش رو حالا زیر شاخه پایدار بعد اگه قرار باشه پا مثلا عرفان همه رو اینجوری بگه نه تو مثلا به این هیچ نگو به این هیچ نه من ای پیش میاد مثلا عرفان مثلا رئیس ایناست نه کار رئیس ولی خب یعنی مثلا نه حالا اونجوری که من میدونم حالا اینجوری هم نی مثلا آقا اون کار میکنه میفرسته حالا عرفان خوشش میاد روش میخونه نه اینجوری رو هم نظارت ندارن حالا تا اونجا که بعد بخوام بخوام داشته باشم من ازم لوس میشه اصلا مثلا مثلا اینه که یکی رئیس باشه تو فلان آنگو بده تو نکن نه, نه، این تیکتو با پا... قشنگ نمیشه یه سری چیزاست که اصلا اول اینکه مثلا زشته می دونی. یه سری مثلا کارا که اصلا... میدونید چه میدونم مثلا... مثلا مثلا یه سری چیزا رو مثلا دیگه بابا سنی گذشته مثلا بیای مثلا فوش بدی به یارو مثلا فوش با در بدی مثلا یارو تو اون مثلا قابل خودش نمیبره برای همین ده... میدونه یعنی یه سری چیزا هم که دیگه مثلا چه میدونم من ممکنه با یه سری که چه میدونم سهراب کار میکنه مثلا مشکل نه ولی مشکل مثلا شما حال نکنم با یارو ولی چون میدونم سهراب باش کار میکنه چیزی نمیگم همین چیز هیچکس هم همین بود داستانش من مطمئنم کوین 69 و قاف و اینا مطمئنم با خیلی از ماها حال نمی کردم. حتی اقل فکر کنم مثلا با نصف از زد بازی حال نمیکردم هیچکس چون توی گروه بودن هیچکس چون با ما موقع خیلی خوب بود هیچکس گفته بود اینا رفیق من هیچ هیچی نه. یعنی با اینا کاری نداشت یعنی مثلا اوکی ایم ما با هم و این, این طوری داستان و چه میدونم من میدونم میدونستم سهراب با هیچ کس خوبه هیچ وقت نمیام هیچ کس رو دیست کنم که سهراب توی یه دونه جای بعد قرار بدم که مجبور شه مثلا چیز کنه میدونی من نمیام هیچ کس رو دیست کنم و اگه سهراب باش خوبه و همین اتفاق افتاد آخر سرم همین اتفاق افتاد سر هیچ کس دیگه مهدیار اومد یه چیزی گفت به سهراب بعد دیگه همه زده شدن هیچ کس زده شد کل تیم رو حمله کردی میدونی یعنی یه جوریه که همه چی به هم وصله نمیتونی بگی مهدیار میتونه به سهراب تیکه بندازه بعد ماهنوز هیچ کس اوکی چون تیمی و اگه تیمی اگه هر کی سودا داره کار میکنه خب فرق داره بسانش. یعنی یه یه واقعیت رپ اینه چون تیم تیمیه یه جوریه که این اختیه تو اگه بخوای به مهدیار تیک بندازی هیچ کس هم بزنی اگه میخوای چون اینو توی اون گروه بزنی اون یکی بزنی و جدا نیستش بر همین اون اون قدم اون سیاست های پشت هیپ هاپ و رپ اون قدم نمیتونه هرکی کی هر کاری داشت بخواد بکنه میدونی okay. اگر مثلا مهرات خیلی با چون با شایی خیلی کار میکنه من مشکل ندارم با شایی ها ولی میگم اگه احیانا من بخوام یه چیزی به شایی بگم نمیگم چون اون خیلی باش داره کار میکنه میگم می, می چی میگم یعنی یه جورایی بر حواست باشه چون اونو داری میبری زیر سوال اوکی الان مثلا چه میدونم چه میدونم بچهای پایدار بیام میگم اینا توخ میان اینا بعد اگه مثلا ما با ارفان کار کنیم مثلا میگه اگه ما بعدیم چرا اون داره کار میکنه فهم چی میگم یعنی همه چی به هم رفت داره اه. یه جورایی گرفتم یه چیزی الان گفتیم مثلا سورا با یکی کار میکنه باحال نمیکنم منظور تو سرطان بود نه آرای سرطان که خیلی وقت میشناسم چرا حال نکنم باش پس مزارتون با کی بود نه میگم آه، مثلا اولی یه... نه نه, نه،, نه، منظوری نداشتم <تصفح> مثلا میگم اگه با یکی هم کار کنه که من حال نکنم باهاش به خاطر سهرابی چی نمیگم یعنی حداقل جدا همه میدونیم گرفتم اوکی خب اه، یه سال خبری چند نفر پرسیده بودن آلبوم اینسترومنتال توی برنامه جی نیست که حالا مثلا استعداد هم بتونن روش بخونن و این داستان ها ببین اه, یه کاری که حالا از اینجا میگم قرار بود بکنیم اه, که حالا میکس میشه با برنامه سپر ولی جدا از اونم هم اه, لیبل شماره یک حالا با کمک یه سری اونایی که دیگه بعدن اسمشون رو میگم قرار یه آلبوم ده تا درست کنم فقط تلنت ها و یعنی من فقط بیتاشو بزنم یه سری استعداد بیان روش بخونن و اونایی که حالا بعدا اعلام میکنیم ولی میتونن وکالشونو رو بفرستن و اینا بعد ما بهترین رو انتخاب میکنیم من پرودوس میکنم و یه آلبوم استعدادا یه ذره حالا هر کدومش بهتر شد و اینا مثلا میذاریم سپاتیفای این بر یعنی این کار رو قرار بکنیم ولی خب به خاطر آلبوم خودمون یه ذره عقب افتاد ولی حتما میخوام این کارو بکنم چون سر این برنامه امضا شوی سپر فهمیدم چقدر چقدر لوپام قرمز شد بوده این نور از رو میبینی سر این برنامه سپر فهمیدم چقدر رپرای خفن که ایهامای باحال میگن مریضن اینا زیادن یعنی قشنگ دو سه تاشون دیدم گفتم چقدر باحالن اینا از نسب رپرای که الان معروفن یارو معرفت داره برای همین حتما میخوام یه ای سری اینا کار کنم و یه آلبوم درست کنم دیگه واقعا دو سه نفر هستن تو حالا جدیدا من خودم یکی دو تاشون رو کنم واقعا خوبن و من خودم امیدوارم به آینده نسل بعدی رپ فارسی ولی مثلا یه شیرینی و تلخی داشت آلبوم همین دابل آلبوم مثلا پیر شدیم ولی بزرگ نه که گوش دادم سرو به ترک بابی که رسید خب قشنگ اون حس پیر شدیم ولی بزرگ نه و القا میکنه ولی یه چیزی که توش خیلی خوب بود این بود که مثلا هنوز بعد 20 سال مثلا جی جی و سیجل یه ایده ناب جدید دارن روش می و خب از یه ور دیگه به دید من الان مثلا آرتیست های جوونی باید پایشن که همچون کارهایی میکنن همچون ایده میدن چون مثلا کار منو برد تو مثلا دو هزار مثلا ایده های کارهای امینه و دی تویل و اینا و خب موقع امینم جوون بود تازه بود خیلی و اینو ما نداریم تو رپ فارسی هنوز حالا خوش خوبه ها که هنوز مثلا آرتیست همون تنه کشیدن ایده دارن ولی چرا نیست آرتیست جدیدی که این ایده ها رو اون اجرا کنه میدونی چی میخوام بگم و... آره دقیقا فکر کنم دو تا دلیل داره یکی این که سبک جدیدی که الان خیلی رپ را میکنن ترپ و اینا ایده پشتش نی فقط یه بیت تکراریه یه سری فلوه صدای اوتوتونی. فلان یا مامبل میکنن و با حاله ولی هیچ آ... حتی تو رپ امریکا ترپی که چهار سال عمر کنه دو سال عمر بکنه حالا هر وقت گذشت اونقدر زمان فکر نمیکنم داشته باشیم و رپ آهنگایی که مونده تو رپ آهنگایی یه ذره اولد سکول تر و قدیمی تره. نه چون تایمشون گذشته چون سبکشون یه ذره عمیق تر و یه ذره و لیریکال تر و برای همین یکی بخ... فکر به خاطر اینه که سبک رپ الان اجازه ای مثل به ساخته شدن آهنگی مثل بابی نمیده حالا نمیگه آهنگ خوبه بعد حداقل اوریجینال حداقل کسی که قبلا نکرده این کارو که پای تلفن باشی با دیل تو کلا آهنگ یا حتی مثل آهنگ های میسکستن شونو می یه سری آهنگایی که ایده پشتشونه من همیشه یادم قبلا به سیاوشنا میگفتم باید ایده آهنگو در بیاریم بعد آهنگو درست کنیم اگه همه آهنگای خفن رپ حالا ایران و هر جایی رو دقت کنید اونایی که خوب مونده یه ایده و یه داستان پشتش داره میدونی او و اون ایده خیلی مهم تر از اینکه حالا یه چیز کچی رو بیت بگی و تکرار کنی و اون چون با حال اونو ولی دو ما بعد هیچ کی یادش نیاد برای همه اون ایده ها نمیگم همه آهنگات سنگین باشه و همش ایده داشته باشه ولی اون ایده پشت آهنگ ها خیلی مثلا میگی آره میگی نه هیچ ایده ای نداره و شاید هم عمرش کم باشه ولی آهنگ فانه با انرژیه ولی مثلا آهنگ بابی یا حتی مثلا لاین بازی که حالا به نسبت سبکتره آهنگ هایی که یه ایده دارن میدونی یه،, چیزی پشتشونه یه داستانی دارن یه تنزی دارن اینا بیشتر عمر میکنن همیشه تا همی... اینو کم دارن آره به نظر منم همینه واقعا آستان اینجاست مثلا رپ مثل سینما میمونه و ولی خب مثلا الان یه جوری شده که طرف میاد یا مثلا یه بچه 20 ساله است که داره نصیحت میکنه یا یه بچه 20 ساله است که به قول ساویلسون مثلا اومده میگه معلومه اومدم تو همه بشینید خب بابا توی دو تا کار بکنی مثلا 20 سالته به هیچ جا نرسیدی داری منو تو آهنگ نصیحت میکنی یعنی بر همینه فهم کنم آقا خب بیاد دو تا ایده بذار یه چیزی بذار پشتش حالا ممکنه آهنگه میتونسته بهتر بشه ولی خب ایده جالبه میبینی و همین مثلا به قول خودتون آره مثلا آهنگر میشویم مثلا سویچش رو سیجل اینجوریه که اون میگه سیجل اومده پشت خط خلسه میگه بعد می خب این کارا رو نداریم چرا نباید باشه به جای اینکه همش نصیحت کنیم یا همش من هم تو بدی بعد یه،, چیزی که اه 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 تو ایران کمه پرودوسره و منظورم بیت سازنی یکی که پروژه رو جمع کنه یکی که کمک کنه بگه آقا این مثلا چم این آلبوم ده تا شرکت این بعد چهار تا چرک نختی داشته باشه ترتیبش اینطوری باشه این ایده نداره این ایده داره میدونی خیلی اه اه خیلی همشی شده بیتو، یه چیز کچی نوشتم روش و میدونی تو من نمیگم آهنگ سنگین باشه چون من همیشه دوست دارم آهنگ های لایت ریلکس روون ولی ایده پشت آهنگه رو اینا ندارن هیچ کدوم این رپر جدیدا یا دارن کپی میکنن مال خارجی ها رو یا مثلا خیلی باید فکر کنه که آقا این آهنگ راجبی چیه چرا بعد یه نفر چهار دقیقه این آهنگ رو گوش کنه وقتی عین شهرات بهتر توی اینترنت ها ولی حالا من از این مصاحبه استفاده کنم یکی رو نام ببرم و قبلا بهش ریاکت کردم حالا خودتونم اگه گوش کنید خیلی خفنه یه پسری هست به اسم دلو و این این کارو میکنه و من واقعا لذت میبرم از کارش خیلی تازه کاره و ایرانیه آره ایرانیه و قسم اصلا, اصلاً موضوعایی که بهش میپردازه همه ای نابه و مثلا میاد درباره یه آهنگ داره زیرزمینی چند وقت پیش داد درباره این صحبت میکنه که مثلا از کجا شروع کرده ولی با دیدهای اصلا عجیب و عمیق یا مثلا یه آهنگ داره مادره داره میزاد یعنی سر زاه بعد دکتره داره گیر میده که چرا داری میزایی میدونی مثلا بعد مثلا میگه نه بابا میگه نه بذار بچه رو بزنین خیلی باحاله میره تو شخصیت ها اینا سنش هم خیلی کمه ولی مثلا تو جدیدا اون اون مثلا استداده به نظر من میخوایم چون اصلا کجا رو داره میبینه ایده ناب بعد رایمار هم همه رو رایت میکنه چند سیلابی واقعا دمش حتما گوشش کن خیلی خوبه آره بعد حالا خواستین میفرستم تلگرام بعد آقا معیار ایرت جی جی برای آهنگ خوب چیه و قبل از اینکه یه ای آهنگ رو ببنده به چی فکر میکنه دیوی میارش خیلی باده هرچی میگذره و بیشتر آهنگ درست میکنم فهمیدم تنها چیزی که برای من مهمه اینه که چند ساده دیگه شیش ماه دیگه نه ماه دیگه یا حتی تنمی آهنگر خودم وقتی گوش میکنم چه ریاکشنی دارم بهش یعنی تنها میارش خودم هم. و این باعث میشه که دیگه فکر نکنی این بعد اینو مردم چی فکر میکنن نکنه اینو بگی اون بعدش بیا اونو بگی. من پنج سال دیگه مثلا دارم تو جاده رانندگی میکنم اینو میذارم آیا بهش افتخار میکنم آیا دوست دارم آهنگ رو گوش میکنم یا فقط صدقه خود خودم صدقه هم چون خیلی از بچگی آلبوم هیپ هاپ گوش کردم میدونم صدقه چی میدونم مثلا چه جوری بر آلبوم ببندی چند تا ترک داره ترک چه جوری چیدمان بشه فلان یا آهنگه یعنی یه یه استانداردی دارم که برای خودم فقط یعنی واقعا اگه هیچ کسی هم رو گوش نکنه خودم همه بیشتر دوست دارم گوش کنم که اگه آهنگ خوب باشه دارم فکر خودم که مثلا آهنگ رو بعدا گوش میکنم حال میکنم این چی میگم مثلا باید... اه 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 گرفتم چی میگم ولی بخش من یه چیزی بگم من اینو تو آلبوم حس کردم تو دابل آلبوم مثلا حس میکنم شما بعضی آهنگ رو دوست داشتید که مثلا تو طرح اون یا به شباهت اون قدیمیه که برای خودتون مونده درارین مثلا اسم آهنگ یادم رفت اه، یه بار زنده مثلا یه بار زنده من برد قشنگ تو حس سه یا مثلا یکمم هم حالا تو حالت چی بود ای یادم رفت یه ذره آهنگه. اون حالت های آهنگ های قدیمی داره دیگه اون. آره مثلا حس میکردم مثلا حس میکردم که تو مثلا پیر شدیم ولی بزرگ نه دو تا آهنگ شبیه فلان آهنگ بود مثلا نه اینکه کپیا مثلا عین اون آهنگ قدیمیه که هیت شده مثلا تو مثلا ژانر اون به نوعی. و مثلا دو تا دیگه تو اون یکی و این خیلی بال بود هم حس نوستالژی داشت ولی حس کردم یکم یک ریسکو کم کردین این تاثیر داره ببین نه ریسکو کم نکردیم ولی اگه طرف تو وقتی اسم آلبوم پیر شدیم بزرگ سه تا والیوم داری میدی سه و میشو... بعد مثلا کلا اگه دقت کنی تم آهنگ و کلا ما لیریکس هم خیلی راجع به مردن و زندگی و مثلا پیر شدن و اینا همیشه یعنی نه که حالا به خاطر حالا به به این آلبوم کلا راجبه این چیزا من خیلی می تا تایم زود میگذره و ارزش نداره زندگی از چیزا و آهنگ اونطوری نداشت این آلبوم مثل یه بار زندم گفتیم خب آهنگای آهنگی که واقعا دی ان پیر شدیم ولی بزرگ نه و کلا این فلسفه ای ماه تو آلبوم خودمون نداشتیم بر همین اینو این آهنگی بود که واقعا وست میکرد به دوتا آلبوم قبل ولی اگه آهنگای بعدش رو نگاه کنی مثلا بابی و گمی رقص مثلا گمی رقص آهنگ مثل گمی نداشتیم تو آلبوم های دیگه یا مثلا بابی کستنشون مثلا حتی ایوامندز اندز که فقط مال این آلبوم هست میگم یعنی چند تا تو آلبوم سپر هم همینطوری چند تا آهنگ داریم که کمیکال و اه, که هیچ رفتی به آلبوم های, های دیگه نداره و همین اه, ولی تو نمیتونی دیگه وقتی تو یه دونه اه, با همون اسم پیر شدیم ولی بزرگ نه تو یه اون تم داری کار میکنی دیگه خیلی هم کلم <تصفح> و خب خیلی هم آهنگ یه, چیزی هم که بگم دلیلی هم که به نظر من این بهترین آلبوممونه اینه که حدوداً دو سال بیشتر طول کشید این آلبوم و اه... چیزی که شد جانویه 2018 سپر اومد اینجا رفتیم استودیو برای انفرادی اف اول یعنی دو سال و تقریبا نه ماه پیش و اتفاقی که افتاد انقدر آهنگ از این آلبوم کات شده بین 15 تا 20 آهنگ کات شده و همین چند روز آخرم هم دوسته تا دیگه هم کات کردیم گفتم بذار پرفکت پرفکت هرچیش یک کوچولو هم شک داری ولکن و این خیلی چفتش کرده یعنی آلبوم... آلبومش معمولا تو هر آلبوم دیگه ای ما دادیم من میتونم بگم این آهنگ هم همه تره توی این آلبوم من نمیتونم بگم کلو آهنگ تره از همه یعنی نظر من ها شاید بقیه اینطوری فکر نکنم من،, من خودم هیچ آل... آهنگ ضعیف نمیگم همه آهنگو و پنج ستارن و خودان و اینا ولی میگم حداقل یکی نمیزنه بیرون مثلا مثل مردم عادی یا مثلا ای بدنی توی پیر شدیم دو یا مثلا مثل شهرت تو ستاره بازی شهرت هم با همین باحالیه ولی استانداردهاش مثل آهنگای دیگه رعایت نشده بود توی اون آلبوم قبلش هم که بیاد میدونستم من, من سیاهشون رو گفتم این کمترین آهنگیه که پلی میگیره وایسین آخرم هم همون حرف من رو مردم عادی هم همینطور توی شهرت بیتش خیلی خفه بیتش بود به خاطر بیتش, بیتش گذاشتیم فقط به خاطر بیتش گذاشتیم بعد اونو من مثلا یه یادمه شما توی تیزر پیر شدیم ولی بزرگ نه دو آره تیزر که ما از این بیت استفاده کرده بودیم بعد من کل آلبوم یعنی اونو که دیدم من گفتم من آهنگ رو میخوام بعد دانلود کردم نبود این آهنگ انقدر عصبی شدم گفتم بابا, بابا یعنی, یعنی بعد تو آهنگه, آهنگه انقدر جالبه شهرت سهراب روش خونده بود اصلا یه سری داستان شد اصلا قرار اصلا انقدر کوروساش عوض شد ان... سوژه آهنگ هم خوب بود چون داشت آهنگ راجع به اینه که اه، اه، میتونی کل تهران رو بخری ایران رو بخری ولی شهرت رو نمیتونی بخری ولی این شهرت رو نمیتونی بخری اه، ولی اه، این داستان سوژه هم بعد نبود یه کاریش میشد ولی قبل از که بیاد من میدونستم چون هل هلکی شد و کم بود من قشنگ آهنگ ناقص بود از این آهنگ ناقص هم داشتیم توی این آلبوم که همه رو کات کردیم و به نظر من خیلی الان من خیلی من یه چیزی یعنی فهمم که آقا یه کوچولو هم شک داری بذار کنار آهنگ چون من مثلا اگه آلبوم می اومد با اون یکی دو تا آهنگ آخری ها من الان ناراضی بودم گفتم آ کاش نمیذاشتیم تو اوکی پس فکر می‌کنی بهترین آلبومتونه تا الان ببین کامل ترینه یعنی آه. یه آلبومیه که آمدترین. من خودم فکر کنم پنج سال دیگه اینو از همه آلبوم ها بیشتر بتونم گوش کنم و دلیلش رو میگم دلیلش اینه که آهنگا همه یا یه عصبانیت خاصی توشون داره مثلا کستنشون آهنگ فانی ولی من واقعا عصبانی تو آهنگ حالا با خنده و اینا اه... یا آلبوم سپر خیلی غمگین و دپ و میدونی یعنی فکر میکنم اون احساسایی که توی آهنگ هستن خیلی واقعی بر همین می احساسایی که تجربه شده دیگه آره مثلا آلبوم ستاره بازی شاید هیت بیشتر داشته باشه از این آلبوم مثلا آهنگی مثل مثلا چون عجب چیزی لاین بازی آهنگ های هیت خیلی زیاد داشت ولی اموشن واقعی احساس واقعی که واقعا به جز آهنگ یه روزی میرسیم یا مثلا این شهر چند تا آهنگ آهنگی نبود که تی دل باشه میدونی چی میگم این آلبوم خصوصیتی که داره یه سری آهنگاش واقعا تا دل آده همش خیلی دیپ ور. ولی یه سریش واقعا حتی آهنگ مثلا بابی و مثلا گعی اینا هیچرد و اینا داریم گعی و هیچرد داریم خیلی عصبانیتمونو از موزیک ایران میگیم و خیلی احساسهای واقعی شرایط بدیه که آرتیست و رپر دارن تو ایران حالا با یه ذره اینا ولی چون خیلی واقعی چیزایی که حسایی که توش داشتیم بر همین من میگم عمرش بیشتره چون از تای دل اومده خیلی, خیلی بیشتر از آهنگاش از تای دل اومده تا ستاره بازی یا دوتا پیر شدیم قدیما قدیمی ها اوکی و دائم تو پیر شدیم ولی بزرگ نه یکی دوتاش مثلا مثل خود ترک پیر شدیم ولی بزرگ نه ایول یا ترامازی خیلی از بود چون مثل اتفاق افتاده بود مثلا میدونی یعنی تهران وزارتی خیلی ترد. یعنی اون بوده ولی میگم این آلبوم بیشتر از همه بیشتر درسش آره. آره چون مثلا همینم دقیقا من درک کنم چون مثلا برای همون دوتا آلبوم قبل مثلا پیش شدیم های قبلی هم دقیقا اون ترکاییش که من هنوز گوش میدم دقیقا ترکایی بودن که اینجوری بودن کلا وقتی یه چیز واقعی تر باشه آدم خودش حس کرده اون حس و وقتی میرسونه بیشتر میمونه دیگه ببین همیشه چون... یعنی میدونی مثلا آقا به پروداکشنش هم رپ داره دیگه فقط اونش مهم نیست پرودکشنش رپ داره بعد یه ذره یه یه ایرادی که به نظر من آهنگای رپ الان دارن که نمیمونن اوتوتون زیادی استفاده کردنه تو اگه همه آهنگات اوتوتون باشه ف... یه ژانریه که مد میشه بعد دموده میشه ولی اگه تو واقعی تر بشه صدای واقعی استفاده کنی اوتوتونش رو کمتر نمیاد حالا هیچ چی ولی کمتر استفاده کنی عمر و آهنگات بیشتره و این هم خیلی مهمه به نظر من مدلی که صدایی که میذاری فدا میکنی چون صدای واقعی آدم خیلی بیشتر عمر میکنه تا حالا یه افکتی که رو صدا میاد اوکی okay, خب فهم کنم اکثر چیزها رو بررسی کردیم چیزی مونده جا مونده باشه بخوای بگین نه فقط دم همه گرم و آلبوم میتونیم سپاتیفای یوتیوب و اپلیکیشن جدید لایرا گوش کنین که همه لینک ها هست و میخواستم فقط بگم توی یوتیوب چنل دابل آلبوم من یه سری ویدیو از پشت صحنه میذارم و اگه اونایی که میخوام بیان ببینم ویدیو رو میتونم توی چیز یوتیوب دبل دابل آلبوم که حالا ویدیو های پشت صحنه یه دونه ویدیو درست کردم راجع ساختار بیت میگیاره میگی نه میذارم این چند روزه و یه سری چون قول داده بودیم ویدیو های پشت صحنه اینا بذاریم میذاریم توی اونجا که همه بتونم ببینم اوکی الان گفتین لایرا من یه سوالت اذیت کنم از برابچه لایرا چقدر گرفتین که دادیم بهشون ببین اه دیگه چیزای بیزنسیه دیگه نمیتونم بگم دقیقا چای گرفتیم چون اینا همش محرمانه است ولی به هر حال خب بیزنسی باشه قابل محرمونست. توجه بود غیر قابل قبوله یا تمام رو <applause> خب اینو به نظر من باید بگیم چون حالا بعضی رو شاید دوست داشته باشن ولی خب این بهتر که به نظر جا بیفته چون مثلا نمیدونم یه مزنه باشه فلان و اینا ببین من, اوکی هم به برای مهم نیست به نظر من خیلی از جای دنیا هم همه خیلی خیلیش پابلیک همه میدونم ولی چون ممکنه اون شرکت رو خوشش نیاد و توی شاید تو قرارداد یادم ولی معمولا می نویسن محرمان اصلا اینا اه... نمیشه گفت وگرنه من اصلا مشکل ندارم چون میگم خیلی جاهای دنیا مثلا تمام قراردادهای خواننده ها و, و چی آره میتونن ببینن دقیقا چه تقریبا برنامه برای خب حالا بالای 20000 دلار بوده یزید نمیتونم بگم ازیت شوخی کنم ازیت کردم خب همه حرفا رو زدیم مرسی که اومدین و آلبوم من تو اینجا خیلی حال کرده هم حالا باید ببینیم که چجوری میشه خسته نباشیدم میگم دمتون گرم درم خیلی خیلی با حال کلن لطف تو نظر چیه راجع به این ریاکشن چند که انقدر زیاد شده من مثلا دیروز تهران بهت بگم مثلا پن... چهل تا نه چهل خیلی زیاد دیدم از این ریاکشن کلا و چ... چیه داستان چرا اه... یه دفعه چیش ماه انقدر مود شد شیش ماه هم نه کمتر چیز دیگه ش... تو یوتیوب بخواید دیده شی خوب سری احتیاج به سونیم داری خب سونیم خیلی ها ندارن ولی خب آهنگ سرچ بالاست با و ریاکشن هم هنری خاصی نمیخواد از دید من و چهار تا ادا در میارن و فلان و اینا ملت هم خب دنبال یه سرگرمی دیگه سر همین مثلا من خودم اولین ریاکشنی که گذاشتم فکر کنم 6 ماه پیش بود مثلا به لایو ریاکت کردم مثلا اولین کلا چنل ریاکت ایران که حالا به ویدیو اینا ریاکت میکردی که رفیقای خودمه و شروع کرد دو سال پیش و بعد از اون یه سری آهنگ ها اومد مثلا خیلی ها از اسم تطلو سو استفاده کردن تتلو آهنگ میداد اومده بود یوتیوب میذاشتن که دیده بشن و خزش رو داره بردن خیلی ها و بعضی ها هم که خود آرتیست ها پول میگیرن پول و... ده. آره من اینو به اطمینانم نه, نه میدونم, میدونم ایران راسم. پول ن... پول ندارم بدن خیلی نه. دلوقت طرف دلوقت مثلا نه. حالا پول گرفتنش به این شکلی است که مثلا مستقیم بیاد پول بده حالا یکیش هست فلانی میاد سایت تتلو رو تبلیغ میکنه میدونی مثلا سایت بت تتلو زیر مجموعه داره اونو که کارش نره اونو همه میشناسن ولی یه سریا هستن آهنگی آه که کپی رایت داره خواننده نمیاد باسش کپی رایت بزنه ولی برای بقیه رو میزنه اون یارو هم فقط میاد تعریف میکنه میدونی این شکلی حرکت کثیفی و خیلی راه انداختن و مثلا این طرف سیاپوست اومده دو نفرم هستن حالا یکیشون خوبه اون یکی یکم پرت بعد ملت میریزن این خارجیه چون خوب گفته بابا همه خارجی ها مگه با سوادن. طرف این خودش باته. خارجی این, اخلاق حالا حالا فکر نمیم حالا فکر هم تو ایران بیشتره چون من تو خارج نمیم ولی اینه که مثلا میگن ریاکشن یا رو مال انگلیس مثلا به خا... آهنگ اونا میاد خب مثلا که چی حالا مثلا ریاکشن ایران ایرانی که داره انگلیسی مثلا به این آهنگ اگه آره اگه یه دونه رپر انگلیسی میاد نظر میده اون باز جالبه ولی مثلا بیا آدم که جدا یوتیوب حالا که چی حالا بعد لیریک ها مثلا نمیفهمه <تص Wirk> و <applause> هم میزنه میگه وای وای بابا ولمون یعنی طرف انقدر داغونه که مثلا آقا سرچ خور آهنگ امینم 15 برابر بهترین های ای ایرانه دیگه بخوایم ببینیم علمی طرف از ریاکشن به آلبوم امینم نتونسته ویو بگیره میاد از ایرانی ها میگیره خب یعنی چی آره دیگه, اونم اونم خب زرنگ داره دوگون وا کرده استفاده یعنی شانسی یه دفعه کاری کرده <تصفيق> <تصفيق> بعد ملت ما میگن واه خارجیه گفت این خوبه پس اون بابا ول کنید تو رو نه ولی خب و... میفهمم تو یه حدی ب... مثلا براشون جالبه مثلا اه... یکی که مثلا مال حالا ایرانی نباشه نظرش یه ولی انقدر دیگه تا این لول بری نها کنی اینا خیلی به نظر این این ضعف یکی از ضعف فرهنگی زیاده ایرانی هست دقیقا طرف مثلا یک سال کار میکرد سه کا ساب داشت تو. مثلا لیبل اونور اومد ایرانی تو یک ماه شد هفتاد کا بابا همین حمایت از ایرانیه بکن <applause> نمیدونم واقعا ولی خب خزش هم داره بردن جان میام دلت پره بزنگه آره من چهار پنج تاشون خیلی هستم چهار پنج واقعا کارشون خوبه مثلا خودش یکی یکی از بچه‌ها بود حالا تو سایت ها کار میکرده اون یکی خودش مثلا هیپ هاپ اون یکی مثلا خودش یه زمانی مینوشته و میدونه اونا اوکی ان ریاکشن میکنن و ولی بعضی هم مثلا طرف حتی نمیتونه مثلا ژان راهنگو بگه چیه فقط میگه آه میدونی خب که چی آره من امروز میگم یه چیز چون من ریاکشن ویدیو خیلی خ... اصلا کلا یه چیز جدید تو یوتیوب دیگه یعنی اصلا جدا خیلی مود شده مال اصلا آلبوم ام ان و این چیزا رو یه سری هم میدیدم مال این امریکایی‌ها که میکنن و اینا خیلی حرفشون رو قبول نداشتم هیچ کدومو ولی اه... میفهمم چرا مردم چون الان ریاکشن ویدیو به جوک اومده به فیلم اومده به کمدی اومده به هم... هر چی بگی ریاک... به ریاکشن ویدیو به ریاکشن ویدیو اومده یارو او ریاکشن آره چون فر و خب آسون ترین تولید محتوا اینه که شما به چیزی ریاکت کنیدی آره آره راست اتش... بعد دیگه همین یعنی خیلی خیلی جالبه که انقدر ولی من خیلی چیز میکنم من خیلی دوست سپورت میکنم چون به نظر من ده... باعث میشه یه ذره بحث بشه راجع به آهنگا و همه چی اینا آره آره هم خ... درستی ولی خب باز بحث بشه و اینا باز جالبه آره خوبه ولی خب میگم به شرط اینکه طرف حالا نمیگم استاد موسیقی باشه نیاد از همه علکی تعریف کنه نیاد هر چی میشنه میگه مثلا یه جوره که من بعضی‌ها رو میبینم میگم تو پلی لیست چقدر درازه چه جوری تو روز آهنگ گوش میدی تو همه رو که دوست آره اصلا اگه ایراد نگیریت نقد نکنی که دیگه مردم حرف تو قبول نمیکنن همه چی خوبه خب نه همه چی خوب نیست همه آهنگا تو اصلا چه میدونم من دوست دارم اگه اگه یه چه آلبوم بذاریم مثلا یارو همشو بگه خداست آره مثلا ممکن بگه اینو دوست داشتم چون معمولا تو هر آهنگی هست یه چیزایی دوست داشته باشی که مثلا اینو بیشتر از اون دوست داشتم بعد ولی اگه همه رو بگی خداس و اینا مثلا بگی یکی یکیشو دوست نداشتم بعد بس. مثلا مدرن آفا بعد جالب حتی برای اونایی که آرتिस्टن مثلا نگاه میکنن خیلی براشون جالب تره تا اینکه مثلا هر آره فقط یک ای داشتم جلی داشت از یکی از آرتिस्टامون که برنامه گفتم حالا اسمشو ببرم آقای توهی عزیز یه وایسی گرفته بودن و میگفتن چرا ریاکشن ها به ما ایراد میگیرن ما رو هل بدیم بره بالا <تصفح> من نمیم ریاکشن مگه پاچه خاریه آقا من حال نکردم با این تیکه خیلی هم حرفای توهیرم خیلی نباید جدی بگیری توی <تصفح> توی توی خیلی ببین اصلا اصلا همینی که این حرفو زده ببین یعنی فکر میکنه هر کی بهش ریاکشن بد نشون بده یعنی داره جداشو میگیری نه هم پوش کنند بری بالا. اشتباه دیگه این طرز فکر آقا کار خوب باشه شنیده میشه بعد من نمیدونم چه یکی با 5 میلیون فالوور ساپورت ما رو لازم داره که مثلا ده کاییم مثلا این عجیبه و بابا انتقاد پذیر باشین انتق... قیقه باشه همه چی درست باشه بشه بشه کسی انتقاد, انتقاد نکنه راحتیت ب... کنم. کنم کسی این حرف میزنه که خیلی اعتماد به نفسش به کاراش پایینه چون شاید تعدادش خودش میدونه خیلی آبکی کارا من یعنی تو هزار تا ریاکشن ویدیو از ایوا مندز بذاری نه شنیدی هنو یا نه آره شنیدم اون تیک... ریاکشنش هم ضبط کردم بخشه. اون رو که مثلا عجیب غریبه همه بگن اه اه این کس خود چقدر بده اینا من پاش وای میستم نه نه لازم دارم اتفاقا دوست دارم میتونی بگم بعد و فلان چون من خودم دوست دارم به نظر من ایداش با حال فلانه ولی... آره ولی زیادی استفاده کردین از اون میگه اذیت میکرد همون دیگه اصلا <applause> و, و نه میگم نمیخوام دفاع کنم ولی میگم تو بعد انقدر از هر هنر فیلم یا موزیک هر چی درست میکنی انقدر مطمئن باشی که حتی اگه فیل کنه یا مردم خوششون نیاد یا یه سری خوششون نیاد بگه من ایدم رو دادم حالا هر کی خوشش میاد گوش میکنه حال میکنه هر حال نمیکنه حال نمیکنه هیچ وقت نمیتونه هیچی بدی هم حال کنن اونایی که سعی میکنن یه چیزی بدن همه حال کنن معمولا آرتیست نیستن معمولا آدمایی که فقط دنبال مثلا چیزن دنبال اینن که والیدیت بشن از طرف مردم ما کارو نه ممکنه من اگه میگم روزی که من فوش نیاد زیر پستام روزی که بعد موزیکو بذارم کنار یعنی دیگه اصلا برای مردم مهم نیستن که بیان اصلا فوش بدن اونجا تمام آرتیست های خوب آرتیست هم که یه سری بعدشون میاد خیلی یه سری هم خیلی خوششون میاد اونی که اون وسط معمولا اصلا دی جی ها و اینا اوکی از خداحافظی به کجا رسیدیم <applause> آره چند این ریاکشن ویدیو داشتیم حرف میزنیم آره خلاصه خوباشون رو من ساپورت هم میکنم فالوشون هم دارم و امیدوارم که پیشرفت کنه ریاکشن خفنی ببینیم ولی خب دیگه هر کسی طرف تو دستشوی خونش یه گوشی گذاشته و بابا نکن دیگه ببینید که همه اینترنت دیگه اصلا توی خب اونی که تو دستشویش گذاشته اینا رو کمتر میبینن مردم فکر کنم آره ولی خب برحال امیدواریم که اونا هم پیشرفت کنن تاثیر اتحصی... نظرشون هم یه جوری باشه که آهنگا رو پیشرفت بدن نه اینکه فقط بخوام پاچه خاری کنن اه و اه همین دیگه حرف آخری نه همین دمتون گرم خیلی حال بدید و خسته نباشید میگم الانم الان هم یک ساعت هستیم بیشتر خسته شدین س... خسته نباشید میگم چی گفتم قاطی نه خیلی خیلی حرف زدی آره ولی باحال بود حرفام باحال بود ایول مرسی آقا دمت گرم خیلی ممنون خدافظ <applause> خب این بوده از بی پرده امیدوارم که لذت برده باشید اگه انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید که صد در صد خونده میشه و حتما بنویسید که دوست دارید مهمون بعدی بی پرده کی باشه که ما تلاش کنیم اونو بیاریم و از حضورش لذت ببریم صحبت دیگه باقی نمیمونه مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردین امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی